سلام آقای خوبهایزاده. سلام به شما. شما وکیل جوانی هستید اما یکی از جنجالی ترین پرونده های قضایی این کشور رو وکالتش رو بر عهده داشتید. آقای بابک زنجانی مدت هاست که حکمشون قطعی شده اما بعد از اون هیچ خبری از پرونده ایشون نیومده، نه حکم اجرا شده نه مالی برگشته. آخرین خبرها از وضعیت پرونده آقای بابک زنجانی رو بفرمایید. بله، عرض کنم که در خصوص پرونده آقای بابک زنجانی به دلیل ملاحظات خاص قانونی و شرایط خاصی که درش به سر میبریم، من سعی میکنم تا اونجایی که مقدور هست پاسخگوی سوالات شما باشم. ببینید، در پرونده آقای زنجانی رأی صادر شده. برخلاف آنچه که گفته میشود حکم اجرا نشده، میخوام عرض کنم که حکم دو جنبه داره. یکی بحث اجرای مجازاتی است که در واقع دادگاه و مرجع قضایی براش در نظر گرفته، یکی بحث رد مال هست و برگشت پول به خزانه دولت و بیت المال. من گمان میکنم که از بدو تشکیل پرونده، اساساً فلسفه قضایی شدن پرونده آقای زنجانی این بود که نهایتاً منجر به بازگشت و استرداد وجوه بشه. آنچه که امروز هم نخبگان جامعه و هم عامه مردم واقعاً به دنبالش هستند این هست که ماحصل این فرایند رسیدگی و دادرسی نهایتاً موجب استیفای حقوق بیت المال بشود و فکر می‌کنم ارکان دستگاه قضایی هم بر این قضیه متفق القول هستند و در این راستا هم اقدامات مناسبی انجام شده و از این حیث می‌خوام عرض کنم که پرونده آقای زنجانی در حال اجراست که همون بحث رد مال هست. در این خصوص من لازم می‌دونم توضیحاتی رو عرض کنم برای در واقع روشن شدن مطلب و آگاهی بیشتر مخاطبین شما. ببینید، آقای زنجانی در بدو بازداشتشون قبل از اینکه هیچ حکم قطعی علیه ایشون صادر شده باشه که ملزم به رد مال بشن، ایشون شخصاً و داوطلبانه طی یک وکالت رسمی بلاعزل همه اموال خودشون رو در داخل کشور به شرکت ملی نفت ایران به عنوان طلبکار منتقل کردند. یعنی به هر حال این حسن نیت در واقع فرد در مزان اتهام که 6 سال پیش ایشون صرفا در مزان اتهام بودن میرسونه که تلاش میکنه در جهت جبران خسارات وارده و باز حسب اعلام نماینده محترم دادستان در دادگاه رسیدگی کننده مبلغ 2600 میلیارد تومان از اموالی که کارشناسی شده در واقع به شرکت ملی نفت ایران مسترد شده. البته در این 2600 میلیارد تومان در واقع اختلاف نظر و اختلاف قیمتی وجود داره، کما اینکه موکل بنده هم به نحوه کارشناسی و ارزیابی اموالش معترض بود و این اعتراض از طریق قانونی اعلام و مد نظر قرار گرفته شد. منتهای مراتب همین الان هم که بنده در خدمت شما هستم در واقع تلاش هایی دارد صورت میپذیرد برای بازگشت وجوه. منتها مستحضر هستید که ما الان در شرایط خاص تحریمی قرار داریم، به خصوص وضعیت تبادلات بانکی بین المللی ما در وضعیت خاص و پیچیده‌ای قرار داره. بانک های بین المللی با احتیاط بسیار زیاد با ما کار میکنند. شاید شنیده باشید که ما بعضا در پرداخت وجوه برخی از مربیان فوتبالمون هم در واقع مربیان خارجی فوتبال هم با معذوریت ها و محدودیت های مواجه هستیم. من فکر میکنم به هر حال فرایندی که شروع شده برای نهایتا استرداد وجوه، امیدوار هستم که این قضیه ختم به خیر بشه که هم نهایتا ماحصل این پرونده استیفای حقوق بیت المال باشه، هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار بگیره. من به طور خلاصه چیزی که شما فرمودین رو بگم ببینم دردش درست داشتم. آقای بابک زنجانی قبل از اینکه بازداشت بشن اموال داخل ایرانشون رو به وزارت نفت میدن، در بعد به بازداشت بله. میدن به وزارت نفت، بعد از اون اموالی منتقل نمیشه تا امروزی که اینجا نشستیم، اما داره کارهای صورت میگیره. بنابراین داخل ایران هیچ اموالی ندارن، در خارج از ایران که
اموال به دست دولت ایران یا به دست قوه قضاییه برسه. آقای زنگنه که به هر حال کسی هستن که خیلی پیگیری میکنن ماجرا رو و یک طرف قضیه هستن، گفته بودن که آقای زنجانی به ما گفتن توی بانکی حسابش بدید به ما که پولا رو واریز بکنن، که اون بانک اساساً بدهکاره، 200 میلیارد بدهی داره و اساساً یه بانک ورشکست است و بانک مرکزی تایید نکرده که وزارت نفت اونجا حساب باز بکنه. ماجرا چی بوده؟ ببینید، البته شاید مسئله به این صورت نبوده. ادعایی که مطرح شده این بوده که در واقع وجهی که قرار هست از طریق یکی از بانک ها منتقل بشود، اون بانک شاید توانایی مالی آنچنانی نداشته. این ادعاییه که از طرف در واقع وزیر محترم نفت مطرح شده. نکته ای که هست، من اجازه بدید قضیه رو خیلی ریشه‌ای تر در اینجا مطرح کنم. ببینید، آیا اگر پول برگردد در وضعیت حقوقی آقای زنجانی تغییری به وجود میاد یا نه؟ منظورتون اینه که اگر پول برگرده آقای زنجانی اعدام میشن یا نه؟ همینطوره. مستحضر هستید که حکم قطعی صادر شده و مجازات اشد رو مرجع ذی‌الصلاحیت قضایی برای موکل من در نظر گرفته. حکم چند صد صفحه هست، اما در انتهای همین حکم یک مطلبی آورده و اون این است که اگر آقای بابک زنجانی موفق بشود وجوه رو برگردونه و پول رو پرداخت کنه، استحقاق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را داراست. به این معنا که همون مرجعی که تشخیص داده موکل در واقع بایستی به اشد مجازات محکوم بشود، همون مرجع با همون صلاحیت اعلام کرده اگر پول رو برگردونی میتوان از موجبات تخفیف مجازات و عفو ایشون بهره مند بشه. پس میخوام عرض کنم که موکل من انقدر باهوش هست که متوجه باشه در واقع بحث حیاتش به برگشت پول گره خورده، برعکس اون چیزی که دقیقا برعکس این مطرح میشه. یه جوری چیزی که از زبان آدم‌های مختلفی شنیده شده اینه که بابک زنجانی تلاش میکنه پول بر نگرده و این رو گروکشی میکنه برای ادامه حیاتش. حداقل اجازه بفرمایید نه به عنوان وکیل آقای بابک زنجانی، به عنوان کسی که تا حدی از روند رسیدگی و محتویات پرونده مطلع هست، عرض کنم که این موضوع کاملا برعکسه. به این معنی که شاید خیلی از دوستانی که اظهار نظر میکنن از این در واقع رأی که دیوان عالی کشور صادر کرده مطلع نیستن. از اونجا که در خود رأی صراحتا این قضیه آمده است که چنانچه محکومون علیه بتواند در واقع پول رو برگردونه، استحقاق تخفیف و عفو رو داره، مطمئنن در واقع کسی که حیات و مماتش به برگشت این پول گره خورده از همه امکانات و توانایی ها استفاده خواهد کرد که این پول برگرده. حداقل من به عنوان وکیل ایشون که در جریان کارها هستم به کرات تلاش های ایشون، به هر حال این رو بدونید که محدودیت هایی وجود داره، آقای زنجانی در زندان به سر میبرن، اون شرایط قبلی و امکانات قبلی برقرار نیست و در شرایط خاص تحریمی هم قرار داریم، اما اون چیزی که من دارم از نزدیک مشاهده میکنم یقیناً تلاش ایشون هست برای بازگشت پول، حداقل برای اینکه در واقع اون مجازات اشد در حق آقای زنجانی اعمال نشه. پس میخوام عرض کنم که فردی که در بعد به بازداشت بدون اینکه الزامی داشته باشه که مالی رو منتقل کنه، خودش میاد داوطلبانه همه اموالش رو طی وکالت رسمی به طلبکار منتقل میکنه و تلاش هم میکنه که این پول برگرده. اما برگردیم به سوالی که شما مطرح فرمودید، من بدون اینکه حالا بخوام به طور مشخص وارد جزئیات بشم به دلیل همون معذوریت‌ها و محدودیت‌هایی که عرض کردم، بایستی عرض کنم ببینید پرونده ی آقای بابک زنجانی یک پرونده قضایی است. منتهای مراتب این پرونده حواشی سیاسی هم دارد. بعضی اوقات می‌شود با کارت پرونده بابک زنجانی در بازی‌های سیاسی هم بازی کرد و امتیازات خاص خودش رو گرفت. هر کسی هم هر ادعایی ممکنه بکنه با هر انگیزه سیاسی و غیر سیاسی، اما خوشبختانه از اونجایی که دستگاه قضا دستگاه مستقلی است و فارغ از
دستبندی ها و در واقع فشارهای سیاسی هست. من امیدوار هستم نهایتا این تلاش ها منجر بشه به اینکه هم پول برگرده به بیت المال، هم بر اساس آنچه که در رأی صادره اومده و همه ملزم به تمکین از قانون هستیم، در واقع حقوق قانونی موکل هم رعایت بشه. شما به صورت تلویحی دارید تایید میکنید که برخی سیاسیون در پرونده آقای زنجانی دست داشتن. میخوام بدونم که این سیاسیونی که، اگر البته این حرف رو به صورت صراحتا هم تایید میکنید، این سیاسیون الان بر مسند کارن و اساسا این پرونده هنوز هم ممکنه نفعی به اونها برسونه یا نه؟ این برداشت سرکار بود از عرایض بنده، در حالی که من اصلا قصدم این نبود. عرض بنده این هست که پرونده یک پرونده قضایی است. ممکنه هر کسی بخواد با هر انگیزه سیاسی و غیر سیاسی در واقع در رابطه با پرونده صحبت بکنه، اما این صحبت‌ها تا زمانی که مستند به اسناد و مدارک و دلایل محکمه پسند نباشه و در مرجع ذی صلاح مورد رسیدگی قرار نگیره، در واقع خیلی محلی از اعتبار و وجاهت قانونی نداره. ضمن این که من به عنوان یک وکیل در چارچوب قوانین و مقررات و بود حقوقی و قضایی قضیه میتونم فعالیت کنم و اظهار نظر کنم. بذارید سریع‌تر بپرسم آقای کوپایزاده، این روزها آقای زنگنه در مزان اتهامات زیادی هستند، مخصوصا از سمت مجلس همیشه حاشیه‌هایی داشتن، مدتیه که این حاشیه‌ها پررنگ‌تر شده. یکی از تحلیل‌هایی که در رسانه‌ها می‌بینیم اینه که کسانی علیه آقای زنگنه حرف می‌زنن که نزدیکی دارن به آقای زنجانی. این تحلیل اساساً درسته یا نه؟ من به نظرم میاد این تحلیل درستی نیست. اجازه بدید عرض کنم باز از زاویه دید حقوقی قضیه و آنچه که در صلاحیت بنده هست اظهار نظر کنم. ببینید، در رسانه ها صحبت هایی مطرح میشه، همینطور که شما فرمودید، صحبتی که اخیراً هم وزیر محترم نفت مطرح فرمودن و گفتن که بابک زنجانی در برخی از رسانه ها پول خرج میکنه که به نفع ایشون و علیه وزارت نفت و بنده، یعنی وزیر محترم نفت، مطلب بنویسن. بعد از اون یکی از روزنامه ها در واقع منتسب به دولت محترم صراحتن گفتن که دو خبرگزاری اصولگرا دارن از منابع مستقیم آقای زنجانی استفاده میکنن با همین نیتی که عرض کردم. من به عنوان وکیل آقای بابک زنجانی همون موقع این مطلب رو عرض کردم و رسانه‌ای شد. باز میخوام از این تریبون استفاده کنم و این مطلب رو برش تأکید کنم. چنانچه وزارت محترم نفت، وزیر محترم نفت، اسناد و دلایل و مدارکی دارن که آقای بابک زنجانی در برخی از رسانه‌ها پول خرج میکنه به همین نحوی که وزیر محترم فرمودن، این رو با صدای بلند در معرض اطلاع مردم و افکار عمومی و مراجع ذی صلاح قضایی قرار بدن. ببینید، این مطلبی که مطرح شده یک مطلب مهمی است. از یک طرف ما به یک فردی اتهام می‌زدیم که این اتهام در هیچ مرجعی تا حالا اثبات نشده. از طرفی بخشی از جامعه رسانه‌ای کشور در مزان اتهامی قرار می‌گیره که این اتهام برخلاف همه اصول اخلاقی و حرفه‌ای و قانونی خبرنگاری و خبررسانی است. از طرفی نهادهای مسئول نظارتی رو زیر سوال میبره، یعنی فرض بفرمایید وزارت ارشاد، نهادهای امنیتی ما، نهادهای زیربط در واقع متوجه این قضیه نیستن که یک فردی از داخل زندان داره این اقدامات رو انجام میده و هیچ اتفاقی هم نمیفته. من میخوام خواهش کنم از مقام مسئول قضایی، از دادستانی محترم تهران، چون این ادعای وزیر محترم چندین بار تکرار شده، یک بار برای همیشه ورود پیدا کنن. اگر اثبات شد این ادعا، قطعا با مرتکبین و متخلفین قاطعانه برخورد بشه، ولی اگر هم مشخص شد که ادعای راوی و گوینده قرین به صحت و واقعیت نیست، در هر پست و میز و مقامی که باشه مطابق قانون برخورد بشه. به خصوص اگر این ادعاها نتونه اثبات بشه، میتواند واجد وصف کیفری نشر اکاذیب، توهین و افترا باشه.
معاون آقای زنجانی گفته بودن که تعداد زیادی شکایت از طرف آقای زنجانی از وزارت نفت از آدم‌های مختلفی در وزارتخونه اتفاق افتاده. می‌خوام این مقدار درباره این پرونده‌ها توضیح بدید. ببینید، حق هر فردی از جمله زندانی و غیر زندانی است که در واقع اونجا که احساس میکنه حقوقی ازش تضییع شده تظلم خواهی کنه و به مرجع ذی‌صلاح قضایی شکایت خودش رو در واقع تقدیم کنه. از اونجایی که مطابق قانون تا زمانی که رأی قطعی صادر نشه نمیشود در این خصوص اطلاع رسانی کرد، اجازه بفرمایید من وارد جزئیات نشم، ولی موکل من هم مثل سایر اشخاص عادی دیگه اگر احساس کنه در واقع در جایی قرار گرفته که حقی ازش تضییع شده میتونه در واقع به مرجع قضایی شکایت خودش رو مطرح کنه. موضوعات کلیش رو میتونید بفرمایید و اینکه چند مورد هست؟ باز اجازه بفرمایید من از پاسخ دادن به این موضوع فعلا خودداری کنم، چون این هم همون محدودیت هایی است که قانون اجازه نمیده تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده. ولی فرض بفرمایید همین ادعایی که در خصوص ایشون مطرح شد اگر نتواند ثابت شود، یا به هر حال ایشون اگر بخواهد ادعایی داشته باشه میتونه تحت عنوان نشر اکاذیب یا فرض بفرمایید توهین و افترا در واقع شکایت کنه. و باز این رو هم مستحضر هستید که مطابق قانون اساسی هر فردی ولو متهم حتی محکوم از حقوقی برخوردار هست و این حقوق اگر مخدوش بشه در واقع مرجع ذی‌صلاح قطعا میتونه ورود کنه و رسیدگی کنه. پس احتمال داره که بابت این ادعاها هم شکایتی صورت بگیره. حق ایشون هست، میتونه از این حقش استفاده کنه یا به وقت مقتضی موکول کنه. آقای کوپایزاده، یک موضوع دیگه که درباره تحریم ها که علیه آقای زنجانی از تحریم های اروپایی و آمریکایی، یه شایعه‌ای وجود داشت مبنی بر این که آقای زنجانی خودشون خواستن که تحریم بشن تا اموالشون خارج از ایران بمونه. شاید بر مبنای همچین تحلیل هایی شاید اون زمان تصور نمی کردن که در ایران بازداشت بشن یا براشون حکم اعدام بریده بشه و امید داشتن که یه سری از اموالشون در خارج از ایران برای خودشون باقی بمونه. این ادعا چقدر درسته؟ عرض کنم که راستش من برای اولین بار هست که این ادعا رو در واقع می شنوم و مطرح میشه. به نظرم میاد که فارغ از محتویات و اسناد و مدارک پرونده که کاملا خلاف این رو اثبات میکنه، به لحاظ منطقی هم خیلی نمیتونه این قضیه محلی از اعتبار داشته باشه. ببینید، نکته‌ای که هست این است که فراموش نکنیم که در اعلامیه‌ای که اتحادیه اروپا و آمریکا منتشر کردن اینطور عنوان شد: بابک زنجانی به عنوان مهره کلیدی و اصلی در دور زدن تحریم ها و کمک به فروش و انتقال و جابجایی پول حاصل از فروش نفت شناسایی شد. همه اموال و دارایی ها و شرکت های ایشون در خارج از کشور مورد تحریم قرار گرفتن. من نکته‌ای که به ذهنم میرسه عرض کنم این است که آقای زنجانی چرا مفسد فل ارز اعلام شد بر اساس رأی دادگاه؟ برای این بود که به تبصره ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مرجع ذی‌صلاح استناد کرده بود و گفته بود که از آنجایی که ایشون قصد مقابله با نظام رو داشته یا علم و اطلاع داشته که این اقدامات مؤثر هست در مقابله با نظام، پس آقای زنجانی مفسد فی الارض. من گمان میکنم البته رأی قطعی صادر شده، همگی بایستی تمکین کنیم، این صحبت هم جاش در دادگاه هست، ما هم دفاعیات خودمون رو انجام دادیم، اما به نظر میرسه کسی که توسط دشمنان نظام مورد سنگین ترین و بیرحمانه ترین تحریم ها قرار میگیره قاعدتا نمیتواند بخواهد اقداماتی انجام بدهد که این اقدامات در مقابله با نظام باشه. نهایتا من میخوام عرض کنم که این ادعا کاملا با توجه به محتویات پرونده رد میشه. عمده اموال آقای زنجانی تو کدوم کشورها هست؟ اجازه بفرمایید این پاسخ رو هم چون میتونه آفتی باشه بر در راستای بازگشت پول من فعلا بهش پاسخ ندم، ولی حتماً به هر حال اموالیشون خارج از کشور دارند که امیدواریم به نحو مقتضی و اونقدر هست که اون 2000 میلیارد یورو رو جبران بکنه.
اونقدر هست که بدهی که در واقع در رأی صادره اومده که من رقم دقیقش رو بخوام خدمتون عرض کنم 1,967,500,000 یورو یعنی حدود 2 میلیارد یورو هست این رو پوشش بده. و یکی از معاونین قوه قضاییه اخیراً بازداشت شده و موضوع اتهامش به دوره‌های پیشین برمیگشته. معاون سابق قوه قضاییه ارتباطی بین ایشون و به هر حال شایعاتی درباره چند تا بازداشتی دیگه هم شنیدیم، ارتباطی بین پرونده ایشون و آقای زنجانی وجود داشته؟ خیر. در هیچ زمینه‌ای تا اونجایی که من مطلع هستم هیچ ارتباطی وجود داشت؟ حتی هیچ وقت هیچ ملاقاتی بین آقای زنجانی و معاون پیشین قوه قضاییه هیچ جلسه‌ای برگزار نشده؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم خیر، اطلاعات بنده هم منبعث از محتویات پرونده هست. بعید میدونم هیچ ارتباطی در این خصوص وجود داشته باشه. که البته من فکر میکنم اقدامات بسیار مثبتی که در دوره ریاست جدید محترم قوه قضاییه برای مبارزه عملی با فساد و نه فقط شعار دادن داره صورت میگیره، یقیناً هم جامعه منتفع خواهد شد، هم تصویر مناسبتری از دستگاه قضایی ترسیم خواهد کرد. الان ارتباط شما با آقای زنجانی به چه صورت هست؟ ایشون هم مثل هر زندانی دارای حقوقی هستند که میتونن با خانوادهشون ملاقات کنن، با وکیلشون در ارتباط باشن، در همون چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط و آیین‌نامه زندان من با ایشون در ارتباط هستم. یعنی هر چند وقت یه بار میبینینشون یا ما هم مکالمه دارید؟ هر زمان که لازم باشه مکالمه با ایشون خواهم داشت. از اونجایی که حکم صادر شده اساسا میتونید بعد از این هم تاثیرگذار باشید در روند دادگاه؟ عرض میشود که همینطور که عرض کردم حکم صادر شده و یک قسمتش اجرای مجازات هست، یک قسمتش برگشت پول و شاید از بعد ورود من به پرونده در کنار وظیفه قانونی که داشتم که دفاع از حقوق موکل بود، کمک به استرداد وجوه و بازگشت پول بود. همچنان در تلاش هستیم، حالا در واقع بر اساس وظیفه قانونی و امکانات و مقدورات که این امر عملی بشه انشاءالله. آقای زنجانی توی سلول انفرادی بودن، همچنان در سلول انفرادی هن؟ شایعات زیادی در این خصوص مطرح شده بود که ایشون کجا قرار دارن. بله، آقای زنجانی از بعد به بازداشت در واقع به صورت انفرادی نگهداری میشن و تقریبا دی ماه امسال بیاد میشه 6 ساله که ایشون در این وضعیت هستن و تغییری هم در این خصوص، یعنی در نحوه نگهداری ایشون ایجاد نشده. وضعیت موضوعاتی درباره زندان‌های لاکچری مخصوصا برای کسایی که احکام مفسد اقتصادی دارن مطرح شده بود اخیراً، میخوام به وضعیت سلول آقای زنجانی رو برام توضیح بدید. ببینید، البته من سلول ایشون رو ندیدم ولی در بندی که ایشون نگهداری میشن حضور پیدا کردم، اما اطلاع موثق دارم از نحوه نگهداری ایشون. در واقع هیچ امتیاز یا برتری خاصی وجود نداره و طبق همون روالی که همه دارن در واقع اونجا زندان رو سپری میکنن، آقای زنجانی هم از همون امکانات استفاده میکنن. تا اونجایی که من اطلاع دارم میتونن در روز 5 تا یا 6 تا روزنامه هم در واقع استفاده کنن، یه تایم مشخص هواخوری هست که اون رو هم همه دارن، ولی در حد اطلاع من هیچ تفاوتی با زندانیان مشابه از این حیث ندارن. کدوم روزنامه ها میدونید؟ فکر نمی کنم، یعنی نمیدونم کدوم روزنامه ها هستن، ولی فکر می کنم 6 تا روزنامه رو چون میتونه، واقعا همون روزنامه‌ای که به زندان میاد و برای همه قابل استفاده هست. حالا نمیدونم روتین زندان چیه. درباره اتاقی که ایشون در زندانی هستن اطلاعاتی دارید که چه وسایلی داخلش هست و چند متره؟ والا فکر نمی کنم که اتاقشون از اینجایی که ما داری با هم صحبت می کنیم بزرگتر باشه، ولی همینطور که عرض کردم من ندیدم سلول ایشون رو و حسب اطلاع موثق کاملا شرایط عادی مشابه بقیه زندانیان رو دارن. این مشابه بقیه زندانیان یه مقدار گنگه برای مخاطبای ما که شاید خیلیشون زندان رو ندیده باشن. امیدوارم هیچ کدومشون هم زندان رو نبینن. من خودم هم هنوز اون سلول رو ندیدم، ولی تعریف ما از زندان انفرادی تعریف مشخصیه، یعنی جاییه که شما
در واقع همونجا میخوابید، همونجا زندگی میکنید، همونجا بقیه در واقع حوایجتون رو رفع میکنید، دورتون رو فولاد و سیمان و آهن احاطه کرده. به نظرم نمیاد خیلی وضعیت مناسبی باشه. همین که شما یک جایی زندگی میکنید که شاید ارتباطی با بقیه افراد ندارید، حالا این 12 متر باشه یا 20 متر باشه، فکر نمی کنم خیلی تفاوت خاصی ایجاد کنه. من فکر می کنم کاملا بر اساس ضوابط و آیین‌نامه قانونی زندان ایشون دارن تحمل در واقع وضعیت کنونی رو سپری می کنن. ممنون از وقتتون. در خدمت شما هستم. سلامت باشید.